بذار آسین تو بزنم بالا. درد نداره مگه نه خانم پرستار؟ نه خیر. یه چایی بخورین. اینهاش تموم شد. ماشاءالله به این پسر هم جذابه هم شجاست. آره همینطوره عزیزم، دیدی اصلا درد نداشت. خالش اینجاست. بودو بودو زود باش، زود باش. در لعنتی کجاست؟ کجاست؟ اونجا رو ببین. بریم.
بیا. الان دیگه کنارت هم یوسف، هرگز از هم جدا نمیشه. این چمدونه مونه، جای خوبی گذاشته بودمش. کجا میریم؟ یه جای دور، اما مطمئنم خوشت میاد. اونجا یه دریای خیلی قشنگ داره، کشتی و درختای بزرگ داره عزیزم. برم داری؟ معلومه داره، بره های خوشگل داره، بز، گوسفند. یوسف، تو میخوای با من بری اونجا مگه نه؟ عزیز دلدونه من، خب دیگه بریم، چند دقیقه بعد قطار حرکت میکنه. با قطار میریم؟ آره با قطار میریم عزیزم. قطار خیلی بزرگه. آره بزرگه، اونقدر بزرگه که حتی نمیتونی تصورشو بکنی. اما یومانم چی؟ الان عجله داریم، ما میریم، شاید عمو یا مانت هم دنبالمون بیاد. باشه. اینجا یه ایستگاه تاکسی هست، میریم اونجا. یوسف لطفا، التماست میکنم ازم نگیرش، تو رو خدا. اما من میخوام با قطار بریم. یوسف رو ببر تو ماشین. اما عمو جون قطار. عزیزم الان برو خونه، من کارمو تموم میکنم بعدش میام پیشت. باشه. قولی؟ قول میدم عزیزم، قول میدم. خیلی دوست دارم. خیلی. گفتم ببرش. بذار یوسفو با خودم ببرم، بذار با من باشه، اون به من نیاز داره.
تو رو خدا از من نگیرش، اون هنوز خیلی کوچیکه. دیگه با تو از گلیم درستر کردی. هر کاری میکنی بکن، نمیتونی خواهرزادم از من جدا کنی، نمیتونی. ازش منصرف نمیشم، منصرف نمیشم. یوسف امانت خواهرمه. امانت خواهرمه، همه چیزمه. خالم خیلی طول میکشه. یوسف جان ببین، برات کتاب آوردم، همونو که خیلی دوست داری، میخوای با هم بخونیمش؟ خالم که اومد میخونم. شما ها منو کجا میبری؟ میخواین با من چیکار کنی؟ خانم قهوه‌تون. ممنونم، بذارش اینجا، بعداً میخورم. دستم عصبانی؟ برای اینکه میخواستم با قطار با خالم برم؟ نه. بیا یوسف جان، امروز خیلی خسته شدی، بیا بریم تو اتاقت استراحت کن. آه یوسف جان، عزیز دلم، خوشگلم. یوسف جان، خیلی نگرانت بودم. خیلی ترسیدی ها؟ آره، وقتی ازت خون گرفتن دردت گرفت. آفرین به پسر آهون چشمم. الان دیگه یه جایزه یه بزرگ داری. بگو ببینم چی میخوای عزیزم؟ میخوام با قطار برم. با قطار؟ آره با خالم، اما برایش یه کار پیش اومد. کارشو که تموم کنه میاد اینجا. گفتی میاد اینجا؟ به هم قول داد.
آی عزیزم، به نظرم خیلی خسته ای، برو تو اتاقت یکم استراحت کن. بدو خوشگلم، دست صورتتو بشو تا سر حال بشی، منم زودی میام پیشت. باشه، برو. نسلی ها، میشه به عدالت بگی آب انار بگیره؟ برای یوسف مفید، خون سازه. زود باش. یامان چه اتفاقی افتاده؟ قطار چیه؟ خالش کجاست؟ یوسف چی میگفت؟ علکی دلش شور نمیزد زنده داش. اون دختره رفته بود بیمارستان. اگه تو آخرین لحظه نمیرسیدم یوسفو با خودش برده بود. جدی میگی؟ ببین به خدا، علکی دلم شور نمیزد. اگه نمیرسیدی چی میشد؟ یا یوسف؟ اگه اتفاقی براش میافتاد نمیتونستم خودمو ببخشم. زیا یه دفعه ای حالش بد شد، منم نتونستم برم. اما یوسف، معذرت میخوام یامان، واقعا معذرت میخوام، این بار دوممه. تو مقصر نیستی، اما از این به بعد نمیخوام تو اطراف عمارت ببینمش. خب اون دختره، یعنی خالش، الان کجاست؟ اقبال خانم، اقبال خانم، تو رو خدا نرید، کمک کنید لطفا. یوسف امروز ساعت 2 میره بیمارستان. هرچند فضای بیمارستان خیلی خشک و سرده، اما میتونه یه پل برای دیدن کسایی که دوست داریم بشه. وقتش رسیده. یامان، یکم سرم شلوغه. زیا یهو اعصابش خورد شد، اما دلیلش رو نمیدونم. به نظرم یکی گلدونش رو شکسته. یهو سر صداش در اومد و حالش خیلی بد شد. نمیدونستم چطوری آرومش کنم. داداشم خوبه؟ خوبه، خوبه، نگران نباش، الان خوبه. اما به خاطر زیا نتونستم با یوسف برم بیمارستان. حالا وقت کردم بهت خبر بدم. پرستارش باشه. اما دلم خیلی شور میزنه. چرا؟ چیزی شده که من نمیدونم؟ خالشو دم در دیدمش. وقتی یوسف رفت اونم یه تاکسی گرفت و رفت. فکر کنم میخواد تعقیبش کنه، اما به خاطر اینکه کسی هول نکنه تا حالا به کسی چیزی نگفتم. یامان، میشه یه سر تا بیمارستان بری؟ خیلی میترسم. حال جونش. ولم کن، ولم کن، خواهش میکنم، خواهش میکنم، ولم کن. آروم باش. ولم کن دیگه، خواهش میکنم، ولم کن، خواهش میکنم، ولم کنی. آروم باش گفتم. ولم کنی، خواهش میکنم، ولم کنی. با تو هم، آروم باش. بلم کنی، بلم کنی. تو رو خدا بلم کنی، خواهش میکنم. ترسیدی؟ اگه منم جات بودم میترسیدم. ها؟ بازم میگی منصرف نمیشی؟ بلم کنی. او یوسف خوهر زادمه، ازش منصرف نمیشم. Thank you.
یوسف جان زود باش بیا نقاشی بکشی. ببین این مداد رنگی ها رو تازه خریده، ببین چه رنگ های خوشگلی داره. یوسف ببین، یوسف آب انار هم داری؟ بیا بخورش، امروز ازت خون گرفتن، اگه اینو بخوری خیلی برات مفیده. کاری خیلی هم هنوز تموم نشده. میشه این دوتا مرد بشینیم و با هم حرف بزنیم آتیش باره؟ این حرف رو برای اولین و آخرین بار بهت میگم، برای همین با دقت گوش کن. این خونه امن‌ترین جا برای توه، این که جای دیگه با یه نفر دیگه زندگی کنی اصلا امکان نداره. کسایی که اینجا دارن باهات زندگی میکنن خونوادتن. باید دور غریبه رو خط بکشی. اما خیلی جای تو کنار منه، اینو هرگز فراموش نکن، من همیشه کنارتم، فهمیدی؟ اگه قبول کردی میتونیم با هم بریم تو کشتی؟ خاله‌مم با همون بیاد. یوسف من صرف نمیشم، به جز این که منو بکشید دیگه هیچ راهی نداری.
تو کجایی سحر؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ سلیم، خوش اومدی پسرم. خاله نادره، ممنونم. بیا بریم خونه. نمیخوام مزاحمتون بشم. این چه حرفیه، زود باش بیا. خیلی خوب. فرهادا، همین که میاد هر کاری که دلش خواست میکنه. تو بشین پسرم، من میرم برات چایی بیارم. نه خاله نادره، نمیخواد زحمت بکشی. من خیلی نمیمونم، خیلی نگران سحرم. دو روزه تماسامو جواب نمیده. خونشم رفتم. سحر رفت پسرم. رفت؟ کجا رفت؟ کی؟ پیش فامیلاشون رفتان تیپ. گفت اگه برای یه مدتی از اینجا دور باشم برام خوبه. که اینطور؟ ولی من اصلا نمیدونستم. اتفاقات بدی براش افتاد پسرم. گفت اگه از اینجا برم زودتر میتونم همه چی رو فراموش کنم. منم نتونستم اصرار کنم. فهمیدم، اما حداقل به هم میگفت شاید من میتونستم بهش کمک کنم. هیچ کدوممون به این موضوع فکر نکردیم پسرم. نه اون خوب بود و نه من. خودم باهاش خدافظی کردم، ولی ببین هر بار درو میزنن فکر میکنم سحر پشت دره. داشت یادم میرفت. اینو برام سحر گذاشته. این چیه؟ قبض برقشونه پسرم. بگیر سلیم، سحر گفت اینو بدم بهت. در ضمن گفت ازت تشکر کنم. نه خاله نادره، پیش تو بمونه بهتره. به خاطر روح اون خدا بیامرز، یه نظری خیراتی چیزی بدین. سحر خوب میشه ایشالله. دخترم خیلی قویه. ایشالله به زودی دوباره مثل قبل لباش میخنده عزیزم. سحر بس دیگه، پاشو. آبجی، اما تو اومدم بیدارت کنم. این یه خوابه. نه اونو به هم ندادن. نتونستم یوسفو بگیرم. از امانتت نتونستم محافظت کنم. نتونستم خواهرزادم ازشون بگیرم. خواهش میکنم منو ببخش. تو اشتباهی نکردی که بخوام ببخشمت. در از تو منو ببخش. سالها به خاطر من نتونستیم همو ببینیم. برات خواهری نکردم. هیچ کاری برات نکردم عزیزم.
دیگه نمیتونم تحمل کنم. توانی برام نمونده تو این دنیا تک و تنها. نمیشه منم بیام پیش شما. نمیشه سحر، مجبوری طاقت بیاری. تو باید کنار یوسف باشی. اون هنوز خیلی کوچیکه، الان بهت نیاز داره. کنار اون تو هم تنها نیستم. تو به یوسف قول دادی، گفتی میری پیشش، الان منتظرت. سحر آبجی، امانت خواهر. عزیز دل خاله، دلم برای تن شد. من از امانتت محافظت میکنم. میام پیشت. یوسف کاپیتان، یوسف کاپیتان، کاپیتان یوسف. کشتیات خیلی قشنگن یوسف. کشتیات دقیقاً کشتی یمان بزرگ است. ای بابا عمو جون، پاشو کاپیتان، پاشو سکانه بگیر، مسافرها منتظرن. صبر کنین، صبر کنین، منم میخوام سوار شم. پاشو دیگه کاپیتان. آره باید حرکت کنیم، کشتی حرکت میکنه، مسافرین صف بستن. اما چرا لب و لوچه کاپیتان آویزونه ها؟ نکنه کشتیاش غرق شدن ها؟ خیلیم چرا نایمد؟ گفت میام. نکنه تنهام گذاشت. اونم مثل مامانم دیگه نمیاد. هر کی رو دوست داشته باشه میره. هیچ کدومشون نمیمونن، یکی یکی میرن. ببین منو به حرف گرفتین، غذا یادم رفت. خوبه اگه برم آشپزی کنم کاپیتان یوسف با هم کمک میکنه؟ کمک میکنی؟ واقعا؟ بیا امروز یه ماهی خیلی بزرگ میپزم. یعنی وقتی میگم بزرگ منظورم ظاهرش نیست، اسم ماهی خیلی بزرگه. این ماهی همسی؟ این ماهی همسی. آره عمو جون، شنیدی؟ شنیدی چی گفت؟ همسی گفت، همسی، همسی. Thank you.
وسایل الکتریکیمون از مالزی رسیدن یمان. خدا رو شکر هیچ کدوم از کشتیامون مشکلی ندارن. شرکاون هم خیلی راضین. خوبه. میخوان به خاطر جنسای بعدی زودتر قرارداد امضا کنن. بعد مالزی سنگاپوره. یه کمی مشکل برامون پیش اومده، اما چیزی نیست که حل نشه. موضوع خالش تمومه؟ تو نگران نباش. ترس از مرگ و سردی دریا همه وجودشو گرفته. دیگه حتی تو 100 متریتون هم نمیاد. چطور تونسته بیاد اینجا؟ شاید خواستش یوسف نیست. برو پیشش ببین چی میخواد.